سوسیالیستی و چگونگی اون، مکانیسم بازار و جایگاهش و رابطه بین مصرف، سرمایه‌گذاری و پسنداز در دوران گذار به سوسیالیسم از محورهای بخش هشتم گفتگوی رضا سپیدرودی با محمد رضا شالگونی که توجه شما رو بهش جلب می‌کنم. توجهات شما به نظر میاد که معناش این باشه که در حوزه برنامه‌ریزی از برنامه‌ریزی متنوع و چند سطحی به جای برنامه‌ریزی متمرکز صحبت می‌کنید. اون مثال آرایشگر رو که زدیم اگه بخوایم تعمیم بدیم به همین جنبندی میرسیم. چون اگه مکانیزمی وجود داشته باشه که مردم بتونن یک آرایشگر رو باز بدارن از رفتاری که متعهد مصرف کننده نیست، این معناش اینه که برنامه‌ریزی باید چنان قدرت انعطافی داشته باشه که بتونه به راحتی جایگزین بکنه فرد یا نیاز موجود رو به شیوه دیگه، یعنی تامین به شیوه دیگه اینو مثلا پیش ببره تامین بکنه. یه برنامه‌ریزی مرکزی که بر اساس نیازهای خاص و شکل‌های معین از روش‌های تامین نیازهای عمومی ایجاد شده، درست شده، به نظر نمیرسه که اینقدر بتونه انعطاف داشته باشه یا حداقل در همه زمینه‌ها یک چنین انعطافی رو داشته باشه. بنابراین به نظر میرسه که شما به تنوع برنامه‌ریزی در سطوح مختلف دارید تاکید میکنید با این مثالهایی که زدیم، جایی که از مکانیزم‌های بازار هم صحبت میکنیم که ابزاری در دست مردم باشه که بتونن کالاهای نامرغوب رو نخوان یا نخرن یا رفتارهایی رو که با نیازهاشون، با نیازهای مصرف کننده در واقع همخوانی نداره، اینو بتونن مکانیزمایی داشته باشن که اینو پس بزنن، باش مقابله بکنن یا تنبیهش بکنن یا کنارش بذارن و امکان ارائه اون کالا یا خدمت رو در واقع به یک نوعی بگیرن. اینجا هم همونه. آیا این برداشتی که من الان میگم به نظر شما درسته؟ آیا شما واقعا به برنامه‌ریزی متنوع و چند سطحی و چند مرکزی یا احیانا نامتمرکز باور دارین و فکر میکنین که در دوران گذار به سوسیالیسم بایستی باشه این سطوح مختلف برنامه‌ریزی؟ نکته دیگه این که چه نقش و جایگاهی باز برای بازار قائل هستیم در این رابطه؟ ببینید، در تجربه ای که وجود داشته واقعیت اینه که مثلا برای مسواک دندان واقعا کمبود ایجاد می شده. این چه چیزی رو نشون میده؟ نشون میده که از یه جایی تمام مقدرات مردم حل و فصل می شده. یه مردم نمیتونستن مداخله کنن. ممکن آدم بگه که خب دموکراسی وجود نداشته به خاطر این بوده. نه آخه، ما به ازای دموکراسی در اقتصاد و ساختارهای تصمیم گیری، مکانیزمهای تصمیم گیری در سیستم اقتصادی هم بایستی تغییراتی وجود داشته باشه دیگه. یک سلسله چیزها هستن که معلومه که سراسری باید باشن. اینا رو مثلا خیلی ها مطرح کردم. دیدید که در همین حوزه هایی که من میگم، من به هیچ وجه اولا نه یک چیز خیلی سفت و سختی رو مطرح میکنم که جز این است و جز این نمیتواند باشد، و نه اینکه خودم رو صاحب نظر میدونم در مورد مسائل سوسیالیسم و فلان که این توریست درست خواهد شد و فلان خواهد شد. من بیشتر سعی میکنم اون تصوری رو که از سوسیالیسم به اصطلاح قرن و بیستمی بود بگم که اون چیزی رو که امروز بشریت مجبور است براش مبارزه بکنه اونطوری نخواهد بود، نمیتونه اونطوری باشه، به این خاطر که بیشتر به بحثهایی که طرحهای مختلفی که در این حوزه هستش سعی میکنم اشاره کنم و در این مورد هم در این حوزه هم معمولا سعی میکنم اون جاهایی که به موارد تقریبا اشتراک هست صحبت بکنم. ببینید، یه مسئله ای که هستش اینه که در حوزه های مسلمه که برنامه ریزی مرکزی باید وجود داشته باشه. مثلا فرض کنید که سیستم راه آهن یا سیستم حمل و نقل برای سراسری در ایران، خب این چطوری باید باشه؟ معلومه که این نمیشه که مثلا در مازندران تصمیم بگیرن که از اینجا
قطار رد بشه یا قطار راه بیفته، راه هم بکشن و در جای دیگه نباشه. چون مازندران بنابه تعریف با جای دیگه، مثلا با گیلان همسایه است، از گیلان هم آیا این رد میشه یا رد نمیشه، چطور رد میشه، از کجا رد میشه و این بودجهش از کجا میاد، اینا مسائل مهمی هستن که خواهناها اقتصاد سوسیالیستی، اقتصاد گذار یک افقهای وسیع تری رو داره. سیستم برق مثلا، حالا مسئله خیلی مهمیه که شبکه برق اینطوری نیست که مثلا شما بتونید در یه منطقه فقط ما اینطوری میخواهیم، کافی نیست، باید یه سیستم برنامه ریزی وسیعی وجود داشته باشه برای به اصطلاح توسعه اینها، زیر ساخته های سراسری. یا مثلا فرض کنید که در کشوری هستیم که ما خشک هستش، اونجا آب مسئله هستش. اصلا در ایران کلمه در فارسی آبادانی از آب میاد، این شوخی نیست که، معنا داره. وقتی اینقدر اهمیت داره، خب مسئله آب، تأمین آب و به اصطلاح مصرف آب، چگونگی اون، باعث یه برنامه ریزی در خطوط اصلی سراسری وجود داشته باشه. بنابراین که یه سلسله چیزا هستن که اصلا از مرکز همه چیز اتفاق میفته، یعنی یک به اصطلاح برنامه ریزی حتما و قطعا مرکزی لازم است. در بعضی حوزه ها اساسا اینطوری نیست، فقط منحصر به یه منطقه، اونها مردم اون منطقه باید تصمیم بگیرن. در سطوحی میاییم اصلا لازم نیست که در اون حوزه مثلا دیگران هم بیان وارد بشن. اون مثالی که من زدم و شما هم به اون پرداختید، در یه جایی مثلا فرض کنید یه سلمانی وجود داره یا مثلا یک خدمات دیگری وجود داره، این خوب کار نمی کنه یا مردم اینطوری دوست ندارن، خب چیکار باید بکنن؟ خب عوض می کنن. اونجا خودشون تصمیم می گیرن، اونجا برنامه ریزی می شه دیگه، یا تصمیمات مردم اجرا می شه. در این رابطه به اصطلاح در سطوح مختلف، مثلا شرط دموکراسی فعال و مشارکتی هم همین هستش که شما اگه میخواهید واقعا مردم مداخله بکنن، نمیشه دست و پا بسته مردم رو بگید همه آزادی ها رو دارید ولی جز آزادی تصمیم گیری در باره مثلا زندگیتون، مسائل مثلا حیاتی زندگیتون. خب اینطوری که نمیشه. مثلا خونه ها رو باید به این سمت ساخت نه به اون سمت، خب مردم باید تصمیم بگیرن چطور در هر منطقه، حتی در یه ده هم برای خودشون بایستی حق تصمیم گیری داشته باشن، چه بکنن چه نکنن. بعد علاوه بر اینها در این موردها هم لازم نیست که همه جا برنامه ریزی باشه که حتما از طریق برنامه و اینها. واقعیت اینه که خیلی از نیازها و اینها از طریق لااقل در دوره اوائل دوران گذار اینطوری هستش که ناگزیر بازاری وجود داره، یعنی در حوزه های مختلف باید بازاری وجود داشته باشه، نه در حوزه های بازار نباید وجود داشته باشه. مثلا پول تبدیل بشه به یک کالا، مثلا سیستم اعتباری کشور چیزیه که میدونیم امروز خیلی اهمیت حیاتیش خیلی دیگه فهمیده شده دیگه، مثلا با این مالی شدن تمام اقتصاد سرمایه‌داری و فلان، میدونیم که مالی یه چقدر چی داره. مسلمه که سیستم اعتباری بایستی یک چیز مرکزی باشه، منتها واقعیت ماجرا اینه که در یه منطقه کوچک چه چیزی رو برای چه چیزی خرج بکنند و اینها این ماجرای دیگری هستش. در این رابطه نمیشه بعضی حوزه ها حتما به اصطلاح یه برنامه ریزی باشه، یک طرحی از بالا تحمیل بشه یا از منطقه تحمیل بشه یا از طرف جمع تحمیل بشه. فرض بکنید شما یه نوع نانی رو دوست دارید، مثلا من دوست ندارم، آیا میشه مردم اون چیزی رو که دوست دارن داشته باشن یا نه؟ این مثالی که میزنم مثال همینطوری تخیلی نیست، میدید که یه عالم از اون مسائل همین کشورهایی که به اصطلاح سوسیالیستی بودند در همین قرن بیستم، یکی از یه عالم از مسائلشون همین مسائل، مثلا میدونید که همون
مثال خیلی شناخته شده ای که داستانها در بارش درست شده، جوراب نایلونی برای زنها. آیا مثلا جوراب نایلونی وجود داشته باشه یا نه؟ وقتی چیزهای مردم میخوان، لازم دارن، خوششون میاد و میخوان داشته باشن، خب بایستی چیز باشه، امکان خرید باشه، امکان بسناچه باشه، برنامه ایزی نمیدم تصمیم بگیرن، کمیته تشکیل بدن، نه ما میخریم و فلان. قاچاقی هم داریم نیست، اصلا در چیز مجاز باید باشه. یعنی حتما بایستی در یه حوزه هایی حتما بازار هم باشه. اینکه بازار مخل هستش، بازار خودش یک سلسله مسائل ایجاد میکنه، درش تردیدی نیست. منتها برچیدن بازار با یک دستورالعمل، خب خود اونم یه مصیبت هایی رو به وجود میاره. اینکه بعدها وقتی که جامعه تکامل پیدا کرد، توسعه پیدا کرد، همه خیلی از مسائل عوض شد، چه خواهد شد، اون بحث دیگریه. مارکس یه جمله ای رو، یه حرفی رو در از بلانکی خیلی خوشش میومده که گفته که ما مردم نادان چطوری میتونیم برای نسلهای آینده که از ما خیلی بهتر خواهند فهمید ماجراها رو، بگیم که چطور باید زندگی بکنم. یا مارکس به طنز اونو میگفت که من قرار نیست که برای آشپزخانه های سوسیالیستی دستورالعمل غذا تهیه بکنم. این خیلی مسئله مهمیه. اینو خودشون بهتر میتونن این کارا رو بکنن. در رابطه با این چیزهای اجتماعی همینطوریه. در سطوح مختلف مردم بایستی حتما خودشون بتونن تصمیم بگیرن. حتما بازار خواهد بود، حتما در سطوح مختلف تصمیم گیری ها باید بشه و دموکراتیزه شدن ایجاب میکنه چه چیزی. با این تأکیدی که شما بر باقی موندن بازار در مرحله اول سوسیالیسم مطرح کردیم، اون وقت بحث رابطه بین مصرف و سرمایه گذاری و پسنداز مطرح میشه. این رابطه به نظر شما چطور باید باشه؟ این واقعیت اینه که ماجرای خیلی مهمی هستش. میدونید که در سرمایه داری مکانیزم‌های وجود داره. سرمایه داری امکان نمیده به مردم. هر قدم آزادی نمیدونم دموکراسی فلان باشه، یک حائل خیلی نیرومندی ایجاد میکنه درباره تصمیم گیری هایی که مربوط میشه به انباشت سرمایه. یعنی اینطور نیست شما هر قدم آزادی فلان بهمان داشته باشید، دستتون اونجا نمیرسه که مکانیزم های انباشت رو مختل بکنید. چون اگه این مختل بشه، در واقع ما سرمایه داری مختل شده و اون در دست بخش خصوصی صاحبان سرمایه در این باره تصمیم میگیرن و در جهت دفاع از منافع خودشون در اون مورد تصمیم میگیرن. اینکه پسنداز بکنن نکنن، سرمایه گذاری بکنن نکنن، در چه حوزه‌ای بکنن نکنن، اون با منافع خودشون تنظیم میشه. میدونید که مسئله مهم در سرمایه داری همونطور که مارکس توضیح میده، اون ارزش مصرف نیست که ما احتیاج داریم مثلا به فلان چیز پس باید تولید بشه. اینطوری نیست. در سرمایه داری ارزش مبادله و بنابراین نرخ سود مطرحه که چه درآمدی من میتونم داشته باشم، چطور میتونم این سودام رو انباش بکنم و دوباره به برگردونم به تولید و برای سود بیشتر و بیشتر کار بکنم. اینا در دست طبقه سرمایه داره. نمیخوام بگم که حتما در دست این سرمایه دار یا اون سرمایه داره، ولی در دست اون شرایط عمومی دفاع از سرمایه حفظه. مردم و دموکراسی های بورژوایی و سرمایه داری هر قدم رادیکالیزه میشن، به این مکانیزم آسیب نمیرسونن. البته تغییراتی میدن. دموکراسی اقتصاد سیاسی در سرمایه داری به وجود میاره که با اقتصاد سیاسی استبدادی فرقهای خیلی فاحشی داره. مثلا فکرشو بکنید که در اسکاندیناوی، مثلا در سوئدی که مثلا در دوره اولاف پالمه یه سلسله اصلاحات خیلی برجسته شده بوده در چارچوب سرمایه داری، با مثلا انگلیسی که امروز هست، آمریکایی که امروز هست، آیا یکی بودن اقتصاد سیاسی؟ چون معلومه که طوری نبوده. حتی میزان در واقع مالیاتی که مثلا مردم میدادند از سرمایه دارا، غیر سرمایه دارا میگرفتن، اون چیزی که در واقع بخشی از
کل تولید ناخالص یک کشور در کنترل دولت قرار می گرفت و چقدر بخشش نمی گرفت در کشورهای مختلف فرق می کرد بسته به سیستماش. اما در رابطه با چیز سوسیالیستی باید این معلوم بشه که وقتی که دموکراتیزاسیون میگیم وجود داره، یعنی که جامعه میتونه در واقع تصمیم بگیره، افراد اکثریت اون عظیمی که میگیم در واقع در مسائل حیاتی اقتصاد میتونن تصمیم بگیرن و تصمیماتشون اثر بذاره، این سوال مطرح میشه که آیا میل به مصرف بیشتر نمیشه و بنابراین میل به سرمایه گذاری کاهش پیدا نمیکنه. اون دوتا سکتوری که مارکس معمولا توضیح میده که تولید وسایل تولید، تولید وسایل مصرف، آیا تولید معطوف به مصرف نمیبلعه اون بخش اول رو، بخش تولید معطوف به تولید رو، بنا سرمایه گذاری در این حوزه رو؟ این مسلمه که این هم مکانیزمهایی رو میخواد. البته اگه این نباشه، این مکانیزمهای دموکراتیک که بایستی در سطح به اصطلاح تصمیم گیری های مرکزی به اصطلاح یا منطقه‌ای یا در حد به اصطلاح همون بعضی از حوزه ها که نیازهای جامعه هست و اینها که از طریق بازار و اینها بعضی حوزه ها خب از این طریقا تنظیم بشه و به هر حال مردم اگه بخوان که در واقع تولید نشه، مثلا زیر ساخته ها، مثلا میدونید که حفظ زیر ساخته ها، بهبود اونها، بالا بردن به اصطلاح تکنولوژی که بتونه جواب بده. به هر حال توجه باید داشته باشیم که سوسیالیسم اشتراک در فقر نیست، تقسیم فقر نیست قرار باشه، تقسیم ثروته، تقسیم امکاناته. تقسیم نه امکانات چه نیست، اگر قرار امکانات باشه باید امکانات تولید بشه، ایجاد بشه، جامعه پیشرفت بکنه و از اونجاست که منابع عظیم اقتصادی وجود داشته باشه که تا از طریق اونها زندگی مردم در سطح بالاتری بره. اگر اینها نباشه امکان نداره. پس بنابراین که مکانیزم‌های سرمایه گذاری مسلمه که اقتصاد گذار خواه ناخواه یک مکانیزم‌های تصمیم گیری میخواد. چه اینطوری نیست که مردم بیان یه دفعه در یک نظرخواهی عمومی بگیم، رفراندوم بذاریم که مثلا آیا بیشتر مثلا فلان چیز رو مصرف بکنیم یا نه. این نظر که گویا هر کاری رو که اکثریت مردم خواستن اون بهترین نتیجه رو میده، خب میدونیم اشتباه، اینطوری نیست. چه مکانیزم‌هایی وجود داره؟ خیلی بحث‌های وسیع شده که میشود فیلترهایی درست کرد و به سمت خاصی این رو هدایت کرد. البته بهترین چیزش باید از اینه که جامعه خودش منافع دراز مدت رو متوجه میشه. مردم، یعنی اساسی ترین در سیاست دراز مدت اینه که مردم هرچه بیشتر نیازهای بلند مدت خودشون رو میبینن، سیاستهای بلند مدت رو میبینن. مثلا ایران احتیاج داره به این که مثلا شبکه گسترده تری از راه آهن داشته باشه، مثلا شبکه گسترده تری از مثلا انرژی خورشیدی داشته باشه و الاخر. اینها میده که سرمایه گذاری میخواد و اگر این باشه که همین الان بدید بخوریم و به اصطلاح هر چه داریم مصرف کنیم و اینها، خب معلومه که به اینا نمیرسه. این مسلمه که در یک سیستم دموکراتیک مکانیزم هایی باید ایجاد بشه. این از طریق آزمون و خطای درست شدنی هست و بحث های خیلی مفصلی هم در این مورد صورت میگیره. در نظام اقتصادهای به اصطلاح اون نوعی، نظام سوسیالیسم حزب دولت ها، این از طریق اولا دیکتاتوری حزب صورت می گرفت. در واقع نسبت انباشت و نمیدونم تولید و مصرف و اینا از طریق دیکتاتوری صورت می گرفت، همونطور که در سرمایه‌داری از طریق دیکتاتوری صورت می گیره. اونجا از طریق دیکتاتوری صورت می گرفت که نوعش با این متفاوت بود ولی واقعیت اینه که دیکتاتوری بود. در سیستم
سوسیالیزمی که ما میگیم با مردم باید تصمیم بگیرم، بایستی مسلما مکانیزم هایی وجود داشته باشه. درباره این مکانیزم ها وسیعا صحبت شده که من مسلمه که وارد شدم به اونها در این بحث ها نمی گنجه. من فقط اینو یادآوری میخوام بکنم که بایستی عایق بندی هایی صورت بگیره، وگرنه آب میاد همه چیز رو میبره. اصلا امکان دیگه جامعه برای آینده خودش هیچی نخواهد داشت. این مسئله حیاتی هستش.